یکی از پهنه های نبرد بین مجاهدین و رژیم آخوندی شیطانسازی علیه مجاهدین توسط رژیم است. رژیم آخوندی در این سالیان با صرف حزینه های نجومی تلاش کرده تا با لجن پراکنی علیه مجاهدین چهره آنان را تخریب کند. البته در این میان رسانه های استعماری هم کاملا در خدمت این رژیم بودند. رژیم به همدستانش از هیچ دروغ و مارک و برچسبی علیه مجاهدین فروگذار نکردند یکی از این دروغ ها که همواره تکرار کرده این است که مجاهدین وابسته به این کشور یا آن کشورند و از کشورها پول میگیرند بگذاریم که اسناد استقلال مالی سازمان مجاهدین بارها و بارها به طور شفاف توسط مجاهدین منتشر شده و در این زمینه با حکم دادگاه های متعدد مجاهدین در زمینه مالی کاملا پاک و پاکیزه بودند. اما در باطلاق این تناقض گاهی آنچنان گیر می کنند که 180 درجه برعکس تمام اتفاقات و تحولات دنیا که به نحوی علیه رژیم هست را ناشی از طراحی و پیروی دنیا از مجاهدین قلمداد می کنند. از جمله در روز 15 آبان روزنامه شرق رژیم نوشت در آخرین ملاقات مایک پنس و مایک پومپئو با مریم رجوی در مقر فرانسه مجاهدین قول جمعوری کمک مالی برای کمپین تبلیغاتی ترامپ و تلاش برای جذب رأی ایرانیان مقیم آمریکا و مسلمانان آمریکا را داده بودند. این رسانه حکومتی در ادامه دروغهایش نوشت علی رضا جعفرزاده نسبت به عدم تلاش اعضا برای تعهد انجام شده برای جمعوری کمک های مالی اعتراض شدید کرد و عنوان داشت از سمت کمپین ترامپ بابت بدقولی در تعهد انجام شده به شدت تحت فشار هستند. این رسانه حکومتی همچنین نوشت مجاهدین با توهم استفاده از تیم اصلی و قدیمی ترامپ شامل رودی جولیانی، مایک پنس، پومپئو و جان بولتون امید دارند بتوانند از فشارهای جمهوری اسلامی به کشورهای میزبان بکاهند. البته همین جمله نشان میدهد که رژیم تا چه اندازه از مجاهدین وحشت دارد که با تمام قوا به کشورهای دیگر فشار می آورد تا بلکه بتواند مجاهدین را محدود کند نویسنده این تحلیل های ابلهانه در ادامه خواب های رژیم آخوندی علیه مجاهدین ادامه می دهد که پیروزی ترامپ آخرین شانس مجاهدین برای توهم احیای مجدد و تسهیل براندازی جمهوری اسلامی است تحلیل های ابلهانه کناشی از وحشت خامنه ای از شرایطی است که در آن گرفتار شده دردی از رژیم دوان نخواهد کرد.